تربیت جنسی، گفتن یا نگفتن. تربیت جنسی شامل مجموعی از آموزش‌ها، مراقبت‌ها و بکارگیری اصول صحیحیه که غریزه جنسی فرزند رو به درستی تربیت می‌کنه و باعث تعالی و تکامل شخصیت جنسیش میشه. از اونجایی که این بعد تربیتی در شکل‌گیری افکار و عواطف و رفتارها نقش اساسی ایفا می‌کنه، توجه به اون لازمه رسیدن به رشد فردی و اجتماعی مصلوب کودکه. این بعد تربیتی به دلیل حجب و حیای بیش از حد والدین که مانع از بیان راحت این موضوع با فرزندان میشه و همینطور سرکشی غرایز جنسی در دوران بلوغ همیشه جزو ابعاد سخت تربیت فرزند محسوب میشه. اما باید بدونیم نپرداختن به این جنبه از تربیت به شخصیت فردی و اجتماعی فرزندان آسیب میزنه و این موضوع بعداً در قالب رفتارهای ناهنجار یا بیماری خودش رو نشون میده. دغدغه تربیت جنسی کودکان یکی از موضوعات مهم تربیتی در تمام جوامع و هر کشور بنا به قوانین و فرهنگ و سیستم آموزشی خودش سعی بر انتقال هر چه بهتر این مفاهیم به کودکان داره. در این مسیر عده‌ای موافق مطرح شدن این مسئله و عده‌ای مخالفش هستند. حالا می‌خوایم ببینیم فرق این دو نگرش چیه. غربی‌ها با آموزش مفاهیم جنسی به فرزندان موافقن و معتقدن والدین باید در این زمینه کنشگر باشن و نقش خودشون رو در محیط خونه و در شرایط مختلف در این خصوص ایفا کنن. اما بعد از انجام بررسی‌ها و تحقیقات به این نتیجه رسیدن که مبحث تربیت جنسی باید با اختصاص بودجه کلان وارد سیستم آموزشی هم بشه و در قالب واحد درسی در مدرسه به کودکان آموزش داده بشه، چون بیان مسائل جنسی برای بسیاری از خانواده‌ها دشواره و بچه‌ها هم ترجیح میدن در محیط مدرسه در این خصوص صحبت کنن. این طرح که موافقان و مخالفان خودش رو در جوامع غربی داره، مبانی آموزش تربیت جنسی رو بر اساس سن کودکان تقسیم می‌کنه، به این صورت که در سنین کودکی فیزیولوژی بدن، تفاوت‌های دختر و پسر، حد و حریم هر شخص و احترام به خود و دیگران آموزش داده میشه و در سنین نوجوانی این آموزش که حداقل 3 جلسه در سال برگزار میشه شامل مسائل جنسی، بیماری‌های مقاربتی، روش‌های پیشگیری و روند قانونی برای شکایت و احقاق حقوق در صورت مورد تعرض قرار گرفتن. همچنین لوازم پیشگیری از بارداری به صورت رایگان در دبیرستان‌ها در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیرد. دولت‌های غربی فکر می‌کردن با این شیوه تربیتی و بیان همه مسائل می‌تونن آگاهی‌های لازم رو به دانش آموزان بدن. اما بعد از چندین سال اجرای شدن این طرح، بر اساس تحقیقاتی که در این زمینه به عمل اومده، متوجه شدن که سن گرایش به مسائل جنسی پایین اومده و آمار روابط جنسی و بارداری ناخواسته در بین دانش آموزان دبیرستانی به شدت بالا رفته. اتفاق نظر روانشناسان هم بر اینه که اگه بیداری جنسی در کودکان زودتر از بلوغ صورت بگیره، باعث میشه فرد کنترل درستی بر امیال و غرایزش نداشته باشه و اونها را به نحوی بروز بده. در مقابل برخی سیستم‌های آموزشی که سیستم آموزشی ما هم شامل اون میشه، درباره تربیت جنسی هیچ صحبتی نمی‌کنن، چون در جامعه ما صحبت کردن در این زمینه به نوعی تابو تبدیل شده و به نادرست حتی در محیط خانواده طرح این مسئله مهم به اسم حجب و حیا کنار گذاشته شده. این در حالیه که در احادیث و آموزه‌های دینی ما رهنمودهای بسیار خوبی در این باره در اختیار خانواده‌ها قرار میدن و سن فرزند رو به 3 قسمت تقسیم می‌کنن که به فراخور هر قسم از والدین می‌خوان با رفتار و گفتارشون این مسائل رو به فرزندان یاد بدن. طبق آموزه‌های اسلام، رعایت حد و حدود توسط والدین اهمیت زیادی داره و همین امر به کودک کمک می‌کنه حریم خودش رو بشناسه و در محیط خانواده این مسائل رو یاد بگیره و تمرین کنه تا در روابط اجتماعی به مشکل بر نخوره. روابط والدین با فرزندان باید به قدری صمیمی باشه که اگه تعرضی به فرزند صورت گرفت، اون رو با خانواده در میون بذاره تا والدین کاری رو که لازمه انجام بدن. خانواده نخستین و اصلی ترین قانونیه که باید این آموزش ها رو به کودک بده، اما در کنار خانواده، مدارس هم باید این مسئله رو جزو یکی از دروس سیستم آموزشی قرار بدن و با حفظ شونات و با توجه به رده سنی در این زمینه صحبت کنن. در حال حاضر و با توجه به دسترسی دانش آموزان به اینترنت و فضای مجازی، مسئولیت خانواده‌ها در تربیت جنسی فرزندانشون بسیار بیشتر از قبل شده. البته صحبت کردن در تمام ابعاد مسائل جنسی لازم نیست، چون موجب بیداری جنسی در کودک میشه، اما فرزند باید به شناخت درستی از جنس خودش و تغییرات فیزیولوژی و حریم شخصی برسه و با کنترل صحیح غرایز رشد کنه و در نهایت بدونه که این نیازها به طور صحیح و در زمان مناسب در قالب ازدواج پاسخ داده میشه. خلاصه این که در زمینه تربیت جنسی هم مثل همه موضوعات دیگه باید تعادل رعایت بشه. افراط و تفریط در بیان این مسئله آسیب‌های جدی به بعد فردی و اجتماعی شخصیت فرزندان وارد می‌کنه. حالا شما با کدوم موافقین؟ گفتن یا نگفتن؟